سو سلامم میگم به تک تک خواهر برادرای عزیز، مهمونای عزیز و پنتیکاست شما رو تبریک میگم و امیدوار هستم همینطور مثل هر روز که ما این امکان رو داریم روح القدس رو به دست بیاریم. فقط امروز مخصوصا روزی هست که میخواییم دوباره مخصوصا کسانی که با روح القدس هیچ آشنایی ندارن بتونیم اونجا یه جوری چیز کنیم، جذاب کنیم، یا میگن تشنه کنیم که واقعا این ارزش پنتیکاست رو بدونین و همینطور هم بتونین دریافت کنیم. این عکسی که اونجا هم هست میبینین که این کبوتر سمبل روح القدس هم هست و این مردی هم که اینجا ایستاده متوجه میشیم که فقط اینجا بی تفاوت نایستاده نگاه میکنه و میگه که الان ببینیم که چی میشه، بلکه دستشو اینطوری باز کرده، منظور اینه که قلبشو باز کرده و اجازه میده که این روح خدا بیاد و اونجا او رو لبریز کنه و همینطورم کاری که خودش میخواد انجام بده به ما حیات ببخشه، تازه کنه. به این خاطر امیدوار هستم همینطور امروزم آماده باشین این روح با شخص سوم تثلیث، چون روح القدس خداست، که دریافت کنیم. آمین. در مورد این سمیناریم که الان ما شهادت هایی شنیدیم و معمولا ما احتیاج نیست بریم حتما سمینارها که بتونیم پر بشیم. معمولا زندگی ما میتونیم، زندگی روزمره ما میتونیم با عیسی مسیح و همینطور با روح القدس زندگی کنیم و هر چقدر ما وقتشو برای عیسی مسیح، برای روح القدس میذاریم و واقعا با ایمان و با تشنه با او زندگی میکنیم، ما هر روز میتونیم با عیسی مسیح به وسیله روح القدس ارتباط داشته باشیم و همینطور هم در پوری زندگی کنیم. به این خاطر سمینار یه چیزی هست که تقریبا دو روز یا سه روز ما کنار میکشیم، از دنیا کنار میکشیم، از تلویزیون کنار میکشیم، از تمام چیزهایی هست که تمرکزمون به هم میریزه کنار میکشیم. فقط ما میتونیم همینطور تو هامبورگ هم تو خونه هم باشیم، تلویزیون رو میتونیم خاموش کنیم، بگیم سه روز هیچ چیزی یخته، تلفن رو میگذارین کنار، موبایل رو میگذارین کنار و هر چیزایی که هست رو مشغول میکنه بگذار کنار، سه روز در حضور خداوند بمون و میگه خداوند من آمدم با تو، میخوام ملاقات داشته باشیم. خواهی دید که خدا این قلب تشنه شما رو پر خواهد کرد. فقط به هر حال این سمینارها مخصوصا هم که ما میگذاریم اینه که با هم دیگه بیشتر آشنایی پیدا کنیم. این دفعه هم همینطور که با کلیسای برمن با هم بودیم که برادر خواهرها با هم دیگه آشنا بشن و همینطور یک صمیمیتی به وجود میاد، همدیگه رو بیشتر آشنا بشیم، شهادت های همدیگه رو میشنویم و فکر میکنم این باعث میشه که میدونم این محبتی که خداوند به ما بخشیده بتونیم همینطور منتقل کنیم. مهم اینه که امروز یه قسمتی از روح القدس صحبت کنیم، یا بیشتر از پنتیکاست. پنتیکاست چیه؟ زمانی که در مورد این پنتیکاست، زمانی که روح القدس در این دنیا 2000 سال پیش آمد، روی شاگردان آمد، اینجا بود که خدا یک خلقت تازه‌ای ساخت، یک خلقت روحانی ساخت. قبل از این خدا همه چی رو خلق کرده بود، فقط خود خدا در طبیعت نبود، در خلقتش نبود، بیرون از خلقتش بود. و الان زمانی که این فلسفه هایی که نگاه میکنیم وجود داره، فلسفه هایی هستن که میگن که خدا در همه طبیعت هست، ما میتونیم همینطور با طبیعت، مثل اینکه طبیعت خداست. نه، طبیعت فقط خلقت خداست و هر چیزی که قبل از عیسی مسیح بود، اونجا خدا در خلقتش نبود، بیرون از خلقتش بود. همینطورم با قوم اسرائیل، اونجا به هر حال روح القدس میاد صحبت میکرد، کمک میکرد، هدایت میکرد و اونجا روح القدس بود که بیشتر میتونم بگم روی چیز یهودیا بود یا روی قوم خدا بود که خدا به وسیله اون نبیها اونجا پیامهای خودشو میداد. فقط زمانی که عیسی مسیح آمد، اون موقع که روی صلیب رفت و آمرزش گناه ها رو برداشت و همینطور مرد، زنده شد و در 10 روز پیش بود که ما این صعود عیسی مسیح رو جشن گرفتیم، رفت و روی تخت نشست و در دست راست پدر اون موقع روح القدس رو برداشت و ریخت و
و زمانی که روح القدس آمد روی شاگردان و در شاگردان، اون موقع هست یک خلقت تازه شروع شد، یک خلقت روحانی شروع شد. دیگه خدا آمد در خلقتش اونجا قرار گرفت. الان ما که اینجا هستیم، اینجا جامعه الهی هستیم، یک جامعه مقدس هستیم، یک جامعه هست که خدا در تک تک ما الان قرار گرفته. ما فقط خلقت نیستیم، یا خلقت یعنی ما فقط یک کسانی نیستیم که خلق شدیم بدون خدا، بلکه خدا در ما قرار گرفته. الان ما از زمانی که روح القدس آمد، ما میتونیم ارتباط با خدا داشته باشیم به وسیله روح القدس. و زمانی که اینو نگاه میکنم، میگه خدا اینجاست، خدا در تک تک ماست، خدا در خلقت خودشه و ما هم در مسیح هستیم، ما در مسیح قرار گرفتیم. یه چیز تازه هست که خداوند، یک سری بود که از قبل اونجا مخفی بود و به وسیله عیسی مسیح خودش این سر رو برای ما باز کرد و ما الان در مسیح هستیم، یک خلقت روحانی خداوند ساخته. به این خاطرم در اول قرنتیان باب 5 آیه 17 اینجا میگه پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای هست، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده هست. ما یکم عوض نشدیم، شخصیت ما یکم عوض نشده، ما کلن یک خلقت روحانی شدیم. ما در مسیح هستیم و مسیح در ما و ما در مسیح هستیم. یه چیزی جداگونه هست. حتی اینجا پولس میگه که بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگه او را نمیشناسیم. یعنی زمانی که عیسی مسیح در این دنیا بود، میگه اونم دیگه الان یه بدن تازه گرفته، یه بدن جاودانی گرفته. الان میبینیم که عیسی مسیح که رفت در دست راست پدر نشسته، میگه او را هم اینطوری مثل دنیا نمیشناسیم. یه چیز تازه هست که خداوند خلق کرده، یک خلقت روحانی، و ما به وسیله روح القدس که وارد اصلا کلن یک دنیای دیگه قرار میگیریم، دنیای روحانی قرار میگیریم. متوجه هستین؟ یک فقط این نیست که روح القدس در ما قرار میگیره، فرزند خدا هستم و فکر میکنم الان باشه که در این دنیا هستم، من هنوز مثل این که در این دنیا هم باید اینطوری زندگی کنم و کلن جدا نیستم. فقط کلام خدا میگه که چی، ما در این دنیا هستیم، دیگه از این دنیا نیستیم. به این خاطر پولس میگه چرا دنبال این چیزای فلسفه هایی که در این دنیا هست که دنبالش هستی؟ یه چیزی تازه شدی تو به وسیله روح خدا، روح القدس، یه چیزی، یه خلقت تازه هستی و حیات خدا در ما قرار گرفته. میگه که در مسیح، که در مسیح از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است در مسیح، و میگه که ما و شما در وی، در مسیح تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است. یعنی ما از کمال برخوردار گشته ایم، یعنی ما الان در مسیح قرار گرفتیم، در این پوری خدا قرار گرفتیم. این میشه پنتیکاست. ما فقط نباید یک قسمتش فقط نگاه کنیم، الان فرزند خدا شدیم یا کلیسا به وجود آمده. این کلیسا یعنی منظور چیه؟ کلیسا یعنی بدن مسیح. بدن یعنی چی؟ بدن یعنی ارگانیسم، بدن یعنی نظم و ترتیب. همینطور که منو نگاه میکنین، تمام بدن خدا رو شکر خدا منو سالم نگه داشته تا امروز و همه چیز تقریبا کامل رفتار میکنه. هر چیزی که سر میخواد این بدنم انجام میده، درسته؟ و الان نگاه کنی که الان اینجا من آلبرت نیستم، بلکه مسیحه و تمام ما در مسیح قرار گرفتیم. یک خلقت تازه، یک چیز تازه هست، یک جامعه تازه که الان اونجا قرار گرفتیم. به این خاطر کار روح القدس اینه که ما رو جاهایی که در مسیح اونجا او ما رو خوانده، اونجا قرار بگیریم و اونجا کمال شادیه، کمال خوشیه، همه چیزی که هست کامل و عالی هست.
این پنتیکاست، این پنتیکاسته. و بعد از اینم که همینطور که گفتم که ما و شما، یعنی ما در وید تکمیل شده اید، تکمیل شده ایم، بگید ما در وی تکمیل شده ایم که سر تمامی ریاست و قدرت هست. و بعد از این در کلوسیان باب 1 آیه 27 میگه و که خدا اراده نموده تا بشناسند که چیست دولت جلال این سر در میان امتا، که آن مسیح در شما که امید جلال هست. همون مسیح عزیزان که تمام اولویت خدا در او قرار گرفته، الان آمده در ما قرار گرفته و این امید جلالی هست که یک روز جلال مسیح رو خواهیم داشت. این میشه پنتیکاست. چه شکوهی، چه جلالی که خداوند فکری کرده، خداوند برای خلقت خودش. از قبل از این پدر، پسر، روح القدس در عشق با هم اونجا با هم ارتباط داشتن، لذت می‌بردن، پدر، پسر، روح القدس. بعد از این گفتن که بیاییم یک خلقتی خلق کنیم، چون این محبتی که بین ما هست الان یک مکان، یه جایی، یه چیزی خلق کنیم که این محبت رو بتونیم اونجا منتقل کنیم. به این خاطر عزیزان خدا تمام هستی رو به وجود آورده و به این خاطر هم بعد از این گفته که بیاین انسان رو به شباهت ما و صورت ما خلق کنیم، که بتونیم الان این عشقی که پدر، پسر، روح القدس با هم داشتن، اتحاد، زیبایی، پرشکوه، هارمونی، همه چی کامل، که بگه که الان میخوایم این عشق رو منتقل کنیم، یک خلقتی خلق کنیم که بتونیم اونجا خودمون این محبت رو که ما داریم اونجا منتقل کنیم. برای این عزیزان ما خلق شدیم و به وسیله اینم الان خدا پنتیکاست رو، روح القدس رو داده که به هدف خودش برسیم. آمین. بعضی وقت هست که ما فقط یه قسمت، یه زاویه رو از پنتیکاست نگاه میکنیم و راضی هستیم از این چیز، فقط نمیدونیم چه گنجی در ما هست، چه شکویی در ما هست. به این خاطر دنبال دنیا، دنبال چیزهای دنیا، وسوسه‌های این دنیا میگیریم، چون هنوز نمیدونیم ما وحش شدیم. کلام خدا میگه که اینجا میگه که در افسسیان باب 3 آیه 16 و تا 21 که این دعایی هست که پولس میکنه. الان ما بعضی وقت اینو میخونیم فقط مثل اینکه ما میخونیم و باورم نمیکنیم، که میگه به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند پدر آسمانی که در انسانیت باطنی خود، باطنی خود کیه؟ همون مسیحه. انسانیت باطنی خود از روح به قوت زورآور شوی تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنی که عرض و طول و عمق و بلندی محبت او چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوین تا تمامی پری خدا. و زمانی که اینو نگاه میکنیم میگم که پنتیکاست باعث شده که من اینجا میگه که ریشه کرده و بنیاد نهاده شده، یعنی ما به وسیله پنتیکاست، به وسیله روح القدس اونجا با محبت خدا ریشه گرفتیم و از اونجا تغذیه میشیم، از اونجا بنا میشیم. من احتیاج نیست محبت رو بیرون از من جستجو کنم. من احتیاج نیست محبت رو از شما که نمیتونیم به من این محبت رو، این محبتی که من احتیاج دارم نمیتونیم بدیم و منم نمیتونم این محبت رو به شما بدم. و یک محبت آگاپه هست که حدودی نداره. تو این محبت هم صبر و تحمله، تو این محبت هم همینطور زیباییه، تو این محبت هم شادیه، تو این محبت قدرت هست. چون زمانی که عیسی مسیح رو که نگاه میکنیم رفته روی صلیب، محبت خداست که بتونه روی صلیب همه چی رو تحمل کنه و الان اینجا این ریشه محبت در ما قرار گرفته و اینجاست که ما باید بدونم به چه محبتی، به چه خدایی اینجا وصل شدم و از اون استفاده کنم و
او رو جستجو کنم، او رو همینطور که هست همینطور روز به روز بگم مرسی خداوند، من یه چیزی گنجی در من وجود داره، یه چیزی پرشکوهی در من وجود داره که دنیا نمیشناسه. خود عیسی مسیح هم یادتون هست گفته که و روح القدس با شما خواهد بود، دنیا نمیشناسم فقط شما رو میشناسیم، و او با شما و در شما خواهد موند تا ابدالآباد. و چون ما یا باور نمی کنیم یا هنوز نمی دونیم چه گنجی، چه ریشه‌ای در ما قرار گرفته، چه پری مسیح در ما قرار گرفته، به این خاطر گدایی می کنیم، سعی می کنیم از این دنیا یه چیزی رو برداریم و فکر می کنیم این چیزایی که در این دنیا که خداوند میگه دست بردار، بلکه نگاه کن من چه چیزایی دارم، چون تمام گنج‌های این میگه که تمام خزینه های علم و معرفت در مسیح در ماست، این فقط باید شکوفه بده. و مخصوصا توی این سمینارم در موردش هم اینجا صحبت کردیم، و اینجاست که زمانی که باور میکنم و میگم که خداوند اینو میخوام، اون موقع هست که خیلی راحت میتونم از این دنیا ببرم. متی باب 5-6-7 اگه بخونین غیر ممکنه بتونیم 5-6-7 رو اونجا انجام بدیم. این استانداردی خداوند اونجا گذاشته که هیچ شخصی نمیتونه این استاندارد رو انجام بده. بریم بخونین. همینطور که باب متی باب 5 نوشته، همینطور که پدر آسمانی شما کامل هست شما باید کامل باشین، که غیر ممکنه. پنتیکاست امکان رو میکنه، پنتیکاست روح القدس که میاد در ما این قدرت رو و این حیات رو به ما میبخشه، چون روح القدس خداست و تنها خدا میتونه قانونهای خودش رو انجام بده. آمین. ما باید باور کنیم و دست برداریم، و زمانی که ما میچسبیم و باور میکنیم و شروع میکنیم دعا کردن، پرستش کردن، شکرگزاری کردن، اونجاست که تمام مشکلایی هم که میاد، توی فشارا میاد، توی وسوسه های میاد، میتونیم از این قدرتی که در ماست استفاده کنیم، این تمام بگم که هر نوع گناه و وسوسه هایی هم زیر پاهمون بذاریم. مربوط به اینه که چه تصمیمی ما داریم و دنبال چه چیزی هستیم. آیا واقعا ما میخواییم شبیه مسیح بشیم یا نه؟ به این خاطر پنتیکاست اینه که یک رابطه عالی، یک رابطه صمیمانه با خدای خالقمون، پدرمون، عیسی مسیح پسرش و همینطور روح القدس رو میشه. اگه نرمال وردارین، چون پدر، عیسی مسیح و روح القدس محبت هستن، معمولا اگه نرمال وردارین، از زمانی که روح القدس میاد یک ملاقات رومانتیک شروع میشه بین ما و به خدا. رومانتیک رو میفهمیم نه؟ فقط نه احساسی ها، که باید موهای تنت فقط سیخ بشه، یک رومانتیک روحانیه که شروع بشه، که اونجا میگم که یک ملاقات های صمیمانه عالی میتونی با اون پدر داشته باشی، با پدر طوری دیگه صحبت میکنی، با پدر طوری دیگه ملاقات داری، با عیسی مسیح که خودش هم معرفی کرده عنوان چی؟ داماد. میتونی طوری دیگه رفتار کنی. روح القدس یه دوست عزیز ماست که میتونی با اوست که با ما داده شده که ما بتونیم با اون راه بری، و همینطور هم اوست که ما رو درس یاد میده، اوست که ما رو هدایت میکنه، اوست که دائما میتونه با ما صحبت کنه، ما رو هدایت کنه. یه پنتیکاست هم برای منم همینطور چیزایی هم که خودم هم یاد گرفتم، فقط تویش هم باید زندگی کنم، یک زندگی رومانتیک با خداش رو میشه که دنیا نمیشناسه، چون روح القدس رو نداره. و چون خدا خدای آلمانی میگن لایدنشافتلیخه گات، یک خدای جذاب میگن، پر اشتیاقه. اگر خدا، اگه باور میکنی که خدا پر اشتیاقه، یعنی اشتیاقش کامله ها و پاکه، نیتش پاکه، همه چیز کامل، هیچ انگیزه بدی وجود نداره، هیچ فکر منفی هم وجود نداره، همه چی شفاف و پاک، اگر خدا پس
خدای اشتیاق بود چی بود؟ پر اشتیاق. پس زمانی که باور میکنیم که خدا پس اینجاست، حضور خدا اینجاست، پس این روح اشتیاق در اینجاست. متوجه هستین؟ و ما هم معمولا اگر واقعا این 2000مون بیفته، مکاشفه رو به دست بیاریم، این اشتیاق در ما به وجود میاد نسبت به اول به خدا، یک اشتیاق مخصوص به خدا، و فرزندان اشتیاق میشیم. یعنی کلیسا نرمال ورداری اگه واقعا به اون هدف خدا برسه، یه جایی هست که پر از اشتیاقه و پر از راستی و صداقت بین خواهر برادرها، و دنیا خواهد دید رفتارهایی که ما با هم خواهیم داشت با اشتیاق. و جالبش اینه که حتی ما باید باور کنیم ما میتونیم مثل خدا، مثل عیسی همدیگه رو دوست داشته باشیم. باور میکنیم ما میتونیم. چرا؟ چون ریشه بنیاد گذاشته شده در محبت، که میگه که عمق چقدر تا متوجه بشیم عرض و طول و عمق و بلندی چیست، بلندی محبت. یعنی رفتیم توی بعد چهارم، چهار تا بعد بود، عرض و طول و عمق و بلندی محبت چیست که هیچ کسی نمیتونه بفهمه. فقط زمانی میفهمیم، زمانی که شروع میکنیم عمل کردن. من نمیتونم اینجا بیستم و بگم که خدا به من این مکاشفه رو بده، منظور این محبت تو چیه؟ خدا به تو نخواهد داد. میخوای بدونی چیه؟ پس قدم رو بردار، شروع کن. و زمانی که ما شروع میکنیم، اطاعت میکنیم و میگیم که خداوند باور میکنم من میتونم، اون موقع هست که یواش یواش میبینی که چطور این محبتی که در توست شکوفه میده. و همینطور هم میبینی که بعضی وقت افراد رو که اصلا دوست نداشتی، افرادی که اصلا نگاهش نمیکردی، اصلا انسان، یعنی اوکی میخوام برم خیلی تو، فقط برای قبولش نداری، یهو میبینی که یک عشقی به وجود میاد. و عشق هم دوباره میگم، عشقی نیست که بیایم همدیگه رو ببوسیم دوستت دارم، نه، یه عشق، یه چیزی احترامی هست، قبولش داری. و همینطور هم برحال این محبتی، یعنی احترام میذاری، این محبت کردنه. باور میکنی؟ تا قدم ور نداریم این محبت رو نمیتونیم بچشیم. به این خاطر اونجا صحبت کرده که با هم، که میگه که عرض و طول بلندی و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا با همه مقدسین. پس اینجاست که پنتیکاست اینه که ما این محبت رو گرفتیم، یعنی بیشتر بگم روح خدا در خدا، این محبتی که ریشه در ما گذاشته شده، که ما بتونیم الان این محبت رو ما زیست کنیم. و اگه کلیسا برحال یک کلیسایی باشه که واقعا زمانی که ما به اونجا یواش یواش اونجا قرار بگیریم، یه جای اشتیاق میشه. و همینطور هم ما متوجه شدیم الان زمانی که توی سمینار رفتیم، الان تقریبا 48 نفر بودیم با بچه‌ها، بدون بچه‌ها 42 نفر بودیم، و چه اشتیاقی بود، چه محبتی بود، چه رابطه‌ای بود. مثل اینکه خدا مرد بالای کوه اونجا در حضور خدا، که اونجا فقط روح و اشتیاق پرستش شکرگزاری بیشتر و وقتش هم گذاشتیم برای پرستش هم همینطوری. و اونجاست که اصلا وارد یه بعد دیگه میشی. شاید اونایی که شرکت کردن الان متوجه بشی ما وارد یک بعد دیگه شدیم. به این خاطر اینجا شادی بود، نه دعوا بود، نه سر هم دیگه نمیدونم زدن بود، و صلح و سلامتی و عشق و گریه و زانو زدن و پرستش کردن بود. و خدا به زمان خودش کارهای خودش رو انجام میداد. هر کی دوست، هر چی دوست داره انجام میده.
ما فقط میتونستیم بگیم خداوند بیا تشنه تو هستم، بیا با قدوسیت خودت، بیا خداوند خودت رو به من آشکار کن. و اونجا خدا میاد و خدا اون موقع، مطمئن هستم خیلی هستن که نه برکت گرفتن اینطوری، برکت که زویزو ما برکت یافتگان هستیم، فقط لمسایی بود، یه شناختایی بود و بگم یک مکاشفه هایی بود که از مسیح، از قدوسیت او لمس کردیم. همه ما منحصر به فرد هستیم، هر یکی برای خودش یه چیزایی دریافت کرده بود و مطمئن هستم چیزایی که خداوند همونجا دانه هایی که به وسیله کلام در ما کاشته و هر روز یک شنبه به یک شنبه خدا زمانی که صحبت میکنه دانه هایی که هست، که بذر هایی هست که در قلبای ما میکاره. دوباره میگم به این خاطر ما احتیاج نیست حتما باید بریم سمینار یا به این چیزهای دیگه رشد کنیم، بلکه هر جایی که الان هستیم ما میتونیم ملاقات رو با خدا داشته باشیم. و این روح القدس هم همینطور یک روحی هست که یک عطری داره، یک خوشبویی و جذابیت درونشه. این مربوط به شخصیته. نمیدونم بعضی وقت شده که با یک شخصی آشنا شدین که واقعا یک مهربانی مخصوصی داره، یک صداقت مخصوصی داره، یک شخصیت مخصوصی داره که واقعا خوشتون آمد. شده؟ یا اصلا نشده؟ مثل یک عطر میمونه و دوست داری با اون ملاقات داشته باشی، دوست داری با اون باشی، خوشت میاد. و ما معمولا میگیم که مثلا به شمی ما میخوره. و زمانی که روح خدا یه عطر مخصوصی داره و این از شخصیتشه، مهربانی، فروتنیه، و زمانی که اینجا در ما قرار میگیره، اون موقع هست که افراد جذاب میشن، افراد دوست دارن با تو ملاقات داشته باشن، دوست دارن از تو بشنون، تو رو جستجو میکنن، نه فقط برای میگم که یه خواستی چیزی مخصوصی دارن، دوست دارن با تو باشن. همینطور که برحال افرادی دوست داشتن با عیسی مسیح باشن، یه عطری داشت و این عطر اودیکولون نبود، عطر معرفت او بود، شخصیتش بود، دوست داشتنی بود. با لبخندش، یه قسمت هم جدیتش و همینطور هم مهربانیش، همینطور با چشمای میگم مهربانش که نگاه میکنه. اگه ما نگاه میکنیم به عیسی مسیح، چه چیزی هست که عیسی رو میگه که من عیسی دوستت دارم؟ نه به خاطر اینکه پادشاه رب العربه. چرا ما عیسی رو دوست داریم؟ شخصیتشه، رفتارشه، حلم، تواضع و تمام این چیزا. و این چیزایی هست که از اون در ما قرار گرفته و اینجاست که ما باید فقط روشن کنیم. ما باید اینو برای پرورش بدیم، یعنی بگیم که خدا من میخوام. اون دیگه اتوماتیک دیگه رشد میکنه. امروز هم صبح همینطور این قسمت رو جستجو کردم، میگه که عیسی مسیح در مورد یک بعضی صحبت میکنه، میگه که در مرقس بود، گفته و یک بعضی که کاشته میشه، میگه که دیگه خودش کار خودش انجام میده، ما احتیاج نیست کارایی بکنی، اوکی آبیاری میکنیم. و توی این بست دی ان ای خودشه، اتوماتیک رشد میکنه برای این چیزی خلق شده یا درست شده، این اتوماتیک رشد میکنه. و ما هم همینطور باید نگاه کنیم این بعضی که اسمش مسیحه که در ما قرار گرفته، ما باید اجازه بدیم او رشد کنه. مثل یحیای تعمید دهنده که بگه که من الان باید برم کمتر بشم، او باید زیادتر بشه. از این همه چیز به وسیله پنتیکاست در ما قرار گرفته، روح خدا آمده و این امکان رو در ما آماده کرده که ما بتونیم مثل مسیح باشیم. پنتیکاست یعنی ما میتونیم زندگی
مسیر رو زیست کنیم. من یک آخر میخوام یه چیزی بگم. تقریبا 2 سال پیش بود یک کارت پستالی گرفته بودم و خیلی با دلم هم اونجا صحبت کرد. این هنوزم توی دفتر خودم اینو جلوی چشمم اونجا هم گذاشتم. اونجا نوشته که محبت، تنها محبت راز رو میشناسه چطور خودش رو ببخشه و همزمان ثروتمند بشه. محبت، فقط محبت و محبت خدا، اون راز رو میشناسه چطور خودش رو ببخشه یا بده همزمان ثروتمند بشه. و معمولا ما هر چیزی که از دستمون میدیم فکر میکنیم یه چیز از ما کم شده، درسته؟ در محبت اینطوری نیست. در محبت خدا برعکسه. هر چقدر تو میدی ثروتمندتر میشی. و زمانی که اینو خونده بودم، برحال ما میتونیم اینو بخونیم با آخ چقدر زیباست. فقط اینجاست که باید برای خودمون نگاه کنیم پس چطور میتونیم محبت کنیم، چطور روش رو خداوند. و زمانی که در مورد این چیزهای فکر کردم، این جمله رو فکر کردم، یاد عیسی مسیح افتادم که عیسی مسیح همون الگویی هست. زمانی که اون خدا انسان شد، بگم این محبت آمد، محبت خدا آمد در این دنیا انسان شد و این محبت در این دنیا راه می رفت. این محبت دائما در حال بخشش بود. شفا، آزادی، بخشش، بلند کردن، احترام گذاشتن. و این محبت هم آخرم بردن روی صلیب، اونجا این محبت رو میخکوب کردن. و این محبت که میخکوب شد اونجا روی صلیب، اونجا نگفته این بی احترامی که به من شده و این مسخره هایی که به من گفتن. این محبت میتونست همه چی رو تحمل کنه، این محبت آگاپه خدا. و اون موقع فقط عیسی مسیح گفت پدر جان ببخش، نمیدونن چی میکنن. و این محبت رو کشتن، فقط چون این محبت درونش هیچ خودخواهی وجود نداشت بلکه خالص بود. اون موقع خدا میتونست از مردگان برخیزانه. محبت که با اون محبت بود که محبت آگاپه که قدرت مرگ رو شکوند. و بعد از اینجا میگه که در عبرانیان باب 2 اینجا میگه که زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز میباشد، یعنی عیسی مسیح، چون فرزندان بسیار را آورد فرزندان بسیار را آورد جلال می‌گرداند. او شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند، زیرا زان رو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک هستند، از این جهت آر ندارد که ایشان رو برادران بخواند. میگه که پس دوباره میخونم، امیدوارم نمیدونم درست خوندم یا نه. زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز میباشد، عیسی مسیح، چون فرزندان بسیار رو آورد جلال میگرداند. یعنی چی بود؟ گفتم که زمانی که ما محبت این راز رو میدونه که زمانی که خودش میبخشه و ثروتمند
تر میشه. عیسی مسیح اینجا که نگاه بکنیم به تک تک ما، اون ثروتمند شد با ما، او خودش رو داد و ثروتمند شد و ما ثروت او هستیم. این برای من خیلی جالب بود که خود عیسی مسیح یک الگوی هست که همه چی رو داد و یک فرزندان زیادی داره و اینجا میگه که الان آر نمیشماره ما رو برادران صدا کنه. چون خودش رو داد، این محبت خودش رو داد، الان برادر خواهرای زیادی، میلیون ها برادر خواهرای در این دنیا داره. و ما هم عزیزان باید نه یاد بگیریم، باور کنیم که این محبت در ما هست و ما میتونیم زمانی که از این فکرای خودخواهانه، از این قلبایی که در این دنیا بستیم، زمانی قطع رابطه کنیم به وسیله روح القدس که به ما قدرت میده و همینطوره میگیم خداوند من تصمیم میگیرم این محبت در من میتونم حتی دشمن خودم رو دوست داشته باشم. متا باب 5 اینجا که گفته پس این قدم های محبت رو برمیدارم با محبت تو نه با محبت من، این اطاعت رو میکنم، قدم رو برمیدارم و تصمیم میگیرم روح القدس به من کمک کنی که بتونم خودم رو ببخشم. و زمانی که ما شروع میکنیم قدم برداشتن نه با خودخواهی بلکه با نیت درست، خواهیم دید ما خودمون ثروتمند بشیم با حیات، با شادی، چون اونجا عیسی مسیح در ما شکل میگیره. این میشه پنتیکاست عزیزان. من میتونم مثل عیسی مسیح زندگی کنم و دوست داشتن. و برای مردا که اونجا گفته که ای مردان زنای خودت رو مثل عیسی دوست داشته باشین، خواهرای عزیز، نسرین عزیز، بدون پنتیکاست یخته. ما بازنده هستیم، فقط با روح القدسه که ما میتونیم زنهای خودمون رو مثل عیسی محبت کنیم. و شما هم میتونین به وسیله روح القدس ما رو احترام بذارین و محبت کنیم. ما احتیاج هم اینطور به شما داریم که به ما احترام بذارین با همون احترامی که عیسی مسیح پدرش رو احترام گذاشت. همه چیز به وسیله روح القدسه. پنتیکاست ما رو یک میکنه. پنتیکاست این کلیسا یعنی جامعه الهی خدا رو یک میکنه که یک بدن در مسیح باشیم، لذت ببریم از خودمون، اول از عیسی مسیح، از خودمون و همینطور هم لذت ببریم از همدیگه. این قانون اول خداست، محبت خدا با ما، تمام دل، جان و قدرت، فکر، همه چی محبت داشته باش، همینطور همسایه تو، همینطور به خودت. پنتیکاست این عزیزان، قدر اینو بدونیم و نه فقط بدونیم که توی فکرمون باشه، بلکه تصمیم بگیریم خداوند از امروز به بعد واقعا روح القدس تشکر میکنم در من یک مسیح هست، در پوری خدا در من قرار گرفته، مسیح در من امید جلال، یا اینو جستجو میکنم، اینو دعا میکنم، برای این با خدا ملاقات دارم و او رو میطلبم، یا و اونجا در این صمیمیتی که با خدا خواهید داشت، وقتی که برای خداوند خواهید داشت، بهترین چیز رو برای خداوند میبخشی، خواهید دید چطور این مسیح در تو شکوفه میده و چقدر ما خداوند برنده میشیم. آمین. با هم دعا کنیم عزیزان و یک سرودی هم با هم بخونیم، از خداوند و این سرود تشکر کنیم برای روح القدسی که به ما بخشیده است. مرسی خداوند، واقعا پدر جان چه لطف و بزرگی بود، چه فیض عظیمی بود خداوند، چه فکر عالی کردی خداوند. قبل از کلام تو میگه بنیاد عالم تو ما رو برگزیدی، تو دنباله خانواده‌ای بودی که شبیه تو باشن، بی عیب
خداوند مقدس و همینطورم با محبت جلو تو یک روز بایستیم. مرسی پدر، پسر، روح القدس که هرچقدر در همه چی یک هستین، خدای واحد هستین و باور میکنی محبت هستین، ماهیت ذات تو محبته. مرسی برای این فکری که داشتی یک خلقتی خلق کنی که بیای در خلقت خودت در ما ساکن و حاکم باشی. مرسی که در تو هیچ خودخواهی وجود نداره. کمال عشق تو هستی پدر جان، محبت تو هستی و عیسی مسیح بر روح القدس. ما هم امروز هم اینجا خودمون حاضر هستیم، ما میخواییم باور کنیم و میخواییم خداوند دیگه دست بکشیم از این دنیا، دست بکشیم از این وسوسه ها که به ما رو آلوده میکنن. خداوند کمک کن روح القدس که واقعا بتونیم باور کنیم که در ما چه قدرتی هست، چه حیاتی تو ما گذاشتی، که پوری تو در ماست خداوند. و روح القدس کمک کن به تک تک ما که ذهنای ما، دید ما نسبت به تو، نسبت به همدیگه عوض بشه. خداوند میدونیم بدون تو غیر ممکنه، فقط باور میکنیم. خداوند میخوایم واقعا کلیسای ما و کلیسای دیگه هم همینطور واقعا مکانی باشه پر از اشتیاق، پر از خداوند شادی تو، پر از مهربانی، لطف، پر از فروتنی تو خداوند. این شخصیت توست خداوند. کمک کن خداوند واقعا در این جامعه الهی واقعا این حیات رو زیست کنیم خداوند. دیگه اون موقع خداوند با گناه ها دیگه خودمون آلوده نکنیم، بلکه واقعا بدونیم که هر گناه میتونه منو از دست جدا کنه. بیا روح القدس، بیا امروز هم با لطف و محبت تو بیا خداوند ما رو دوباره احیا کن. بیا خداوند این سرود رو هم که میخونیم خداوند واقعا در تمام قسمت های ذهن و روح و خداوند رفتار، هر چیزی که هست خداوند واقعا امید ببخش و قدرت ببخش که بتونیم اینجا بایستیم. تشکر میکنیم خداوند. هاللویا خداوند. همینطور در دعا بمونین. یا خدا با قلب تو هم صحبت کرده، شاید یک دید دیگه ای داشتی از روح القدس، از این پنتیکاست، شاید هم در جاهایی قرار گرفتی و احساس میکنی اینجا نمیتونی آزاد بشی، احساس میکنی وابسته هستی. امروز روزی هست که روح القدس میتونه تو رو آزاد کنه. اگه برادر خواهرایی هستن، افرادی هستن که کینه هایی در خودت داری، هنوز نتونستی ببخشی، امروز خدا امروز کمکت میکنه که بتونی ببخشی، با محبت خدا ببخشی او رو، که رها کنی. اگه وابسته هستی به هر چیزی میتونه باشه، سیگاره، نمیدونم مواد الکل و هر چیزی که هست، این قدرت در توست عزیزان، قدرت در توست که بگی خدا من مرسی به صلیب تو نگاه میکنم و ممنون هستم که اونجا منو آزاد کردی. الان از این روح تو میخوام استفاده کنم که غلبه بیابم روی این گناه یا این مشکل و هر چیزی که میتونه باشه. هاللویا خداوند. اورا کاشیدی اوران دستوریان.